گالری آنلاین دوشه شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. سه، دو، یک. لطفاً خیلی کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید. من سوگل خلیق هستم، متولد 1367، فارغ التحصیل رشته کارگردانی و الانم مشغول بازیگریم. با نقشه و قصد قبلی وارد این حرفه شدی یا اتفاقی بود؟ مسیر سخت بود یا آسون؟ نه، کاملا اتفاقی بود، چون من اصلا کلا قرار بود که دکتر بشم. پیش دانشگاهی که داشتم میرفتم مدرسه، یهو تصمیم گرفتم که دیگه نرم مدرسه. یه مدت بعدش تصمیم گرفتم که کنکور هنر بدم. 3 سال کنکور دادم به قصد اینکه گرافیک قبول شم و یه جایی به تئاتر علاقه‌مند شدم که سال اول رتبه 8000، سال دوم رتبه 4000، سال سوم رتبه 400 و همینطوری به نظرم دقیقاً جایی قرار گرفتم که باید و الان خیلی خوشحالم. راجب سختی و آسون بودن، من جز کسایی هم که خدا رو شکر شانس زیاد آوردم، ولی خیلی سخت بود، خیلی. اگه خب مثلا ما همیشه شوخی بین خودمون اینه که نمیدونم سینما بیرحمه، بازیگری رشته سخت، یعنی کار سختیه. واقعیتش اینه که شما تحت هر شرایطی باید حاضر باشید. شما عزیزتون از دست بدین، بیمار باشین و هر اتفاقی که بیفته باید رو صحنه تئاتر حاضر باشین، باید جلوی دوربین حاضر باشین و همه چیز رو بذارید پشت در. این یه بخششه که خب خیلی جدی و دردناکه، من که خب من خودم تجربهشو داشتم. به سختی دیگه‌ش هم کاریه که نقشای مختلف با شما میکنه، جاهایی که میبرتتون و مدت‌ها باقی میمونه. اولین ها همیشه ماندگارتر هستن. از اولین تجربه حضور بر صحنه برای ما بگوید. اولین کاری که، یعنی اولین باری که من رفتم رو صحنه، جشنواره دانشجویی بود، یه نمایش نامه خوانی که خب صرفا نمیتونم بگم خوانش بود، یه اجرای خیلی کمی هم بود که خب میگم اون اولین باریه که رو صحنه رفتم، ولی اولین باری که واقعا اجرا کردم یه کاری بود به اسم این روبان سیاه که به قاب دنیاست. یه اجرای عمومی بود توی تئاتر شهر و خب به هر حال همیشه یاد من میمونه. بیس اصلیش تعزیه بود، ولی به نظر من هنوز که هنوز هم متن خیلی زیبایی داشت، هم اجرای خیلی دلنشینی بود. حالا فارغ از اینکه ماها چه جوری اجراش کردیم، ولی برای من یه کار خیلی به یاد موندنی و دوست داشتنی بود. که تقریبا من از همون اوایل که وارد دانشگاه شدم، خب این شانس رو داشتم که با محمد مساوات که یه گروهی تشکیل داده بود به اسم رادیکال 14 و 3-4 نفر بودیم که همیشه با هم بودیم، حالا حداقل برای حدوداً 4-5 سال با این گروه آشنا شدم و شروع کردیم به کار کردن. و من الان شوخی میکنم میگم هر چی جشنواره تو سال بود ما اجرا داشتیم، حالا جدا از اجرا عموم، و این بهترین اتفاق و بهترین شانسی بود که من داشتم که هم بتونم تو این محیط وارد بشم، همین که واقعا حالا محمد هم میدونیم که خیلی آدم بد اخلاقیه، ولی کار کردن یادمون داد با روش خودش. هنوزم که هنوزه فکر میکنم که حالا علی‌رغم این که آره من زیاد زحمت کشیدم، انرژی گذاشتم، همه اینا به کنار، باعث موفقیت من کار کردن با محمد مساوات بوده و کارهایی که با هم کردیم. آخرین اجرایی که من قاطی، یعنی همراه گروه رادیکال 14 بودم، اجرایی بود به اسم قصه ظهر جمعه که این اجرا کمک کرد که من بتونم وارد سینما بشم و حالا اتفاقای بعدی که افتاد. باره این که میگم آدم خوش شانسی بودم، این یکی از شانسایی که داشتم. میگم با اینکه سختی اصلا کار کردن با محمد و اصلا کلا کار کردن تئاتر کار کردن کار آسونی نیست، ولی به هر حال بودن با این آدم و تو گروهش بر من شانس خیلی جدی بوده. شما تجربه بازیگری در تئاتر، سینما و سریال رو داشتید، کدوم یک براتون جذاب تره؟ قطعا تئاتر، هنوز که هنوز تئاتر اصلا یه دنیای ویژه‌ایه، یعنی
هر چی که هست لحظه که نور میره و شما میرین رو صحنه تموم میشه و برای من خیلی هیجان انگیزه. هیچ موقع استرسم بابتش از بین نمیره، هیچ موقع عادی نمیشه، ولی سینما هم خیلی چیز جذابی. کلا اینکه من خودم موقعی تو تلویزیون یا روی پرده میبینم تجربه خیلی زیادی ندارم، ولی بابت همین تجربه که هم خیلی شگفت زده میشم. اما حال رو صحنه بودن خیلی ویژه است. با اطمینان تئاتر کار کردن برام جذاب ترینه هنوز و بعد سینما. خانه سرم بیمی دارشون دارا شده قدرت مامانم به فهمت خون بپا میکنید. بلا تو من میخوام خرج ارتینا کنم که مامانت خون بپا میکنه. حسو دارم میرم اون کله دنیا همانی که تو کشم من نخونه یه خونه بومید اینجا سوسی داره درد داره من نفتر تنگه. برای انتخاب و اجرای نقش سیما در سریال همگناه با چه سختی ها و چالشی مواجه شدیم؟ خب نقش سیما تا الان باز یکی از دوست داشتنی ترین، هم اون پروژه، هم بودن کنار اون آدم ها، هم بازی کردن نقش سیما جز دوست داشتنی ترین تجربیاتیه که تا الان داشتم. داستان ترنس ها متاسفانه هر کدوممون، حتی خود من، یعنی راجع به آدم ها حرف نمیزنم، آگاهی لازم رو نداریم، پذیرش کافی هنوز وجود نداره. قطعا من به عنوان بازیگر دلم میخواد کاری که انجام میدم دیده بشه و دوست داشته بشه. آره دلم میخواد که آدمایی که میبینن بگن خب ببین اینجا خوب بوده، اینجا کوتاهی کردی، اینجا مشکل داشته، ولی به هر حال دلم میخواد همه تعریف کنن. برای همین کار سختی رو پیش روم داشتم. من داشتم دوستایی که خب ترنس بودن یا از من نسبت به من آگاهی بیشتری داشتن راجع به دنیا و زندگی افراد ترنس. سعی کردم که هم یه رو پس میزنم و دور میکنم از خودم. من خیلی بازخورد خوبی گرفتم بابت بازی کردن نقش سیما و شاید همون اندازه بازخورد منفی هم گرفتم که خب به نظرم نمیتونم بابتش قوری بزنم، هم طبیعیه هم برام قابل پیش بینی بود. ولی داستان اینه که صد بار دیگه هم برگردم عقب بازم این تجربه رو تکرار میکنم، ولی قطعا سعی میکنم تا بار 99مش بازم آگاهی و اطلاعاتم رو بیشتر کنم. با اینکه فکر میکنم بیس سیما کاملا درست بود، چون من سیما رو دیدم اطراف خودم، سیما رو نزدیک خودم دیدم، قطعا یه سری ریزکاری و جزئیات داره که میشه بیشتر واسش وقت گذاشت. هیچی سر جاش نیست. اونی که عاشقه عشقش زیر خاکه، اونایی که به هم رسیدن خستن، اونی که میخواست خودش باشه آفار هست. میگم اینجاست. همگناه اثری متفاوت از مصطفی کیایی. یه چیزی هست که من خب خیلی چون من توی اینستاگرام و اینا تقریبا هر پستی که راجع به کاری که توش هستم یا راجع به خودم جایی میبینم کامنت ها رو میشینم میخونم. خیلی ها نوشته بودن که واسه چی مثلا سیما لاغره، واسه چی صداش نازکه، یا واسه چی ظریفه. واقعیت این که خب قطعا اینجور، یعنی این دوستانی که کنار ما هستن زیادم هستن، ما اصلا همه رو نمیشناسیم. ولی یکی از چیزایی که هیچ موقع نتونستم بپذیرم همین داستان بود که چرا صداش نازکه، چرا لاغره، یا چرا ظریفه، چرا مثلا آروم حرف میزنه. میگم من یکی از دوستای صمیمی خود من، اولا که تا مدت ها که ما اصلا این داستانو نمیدونستیم، یعنی متوجه این تفاوته نشده بودیم، موی بلندی که دو طرف میبافت و خیلی اتفاقا دختر ظریف و شیرینی هم بود که خب ما بعد از اینکه با هم صمیمی شدیم چند سال از دوستیمون گذشت فهمیدیم که خب نه
یه تفاوتهای بین ما هست. من راستشون اندازه که من میدونم یا من دیدم یا من شنیدم، من خوندم، این داستان خیلی دخیل نمیدونم. کمان که خب دیدم دوستانی که بله جنسیتشون فرق میکنه، خب بله اون خصوصیات هم دارن، صدای کلوفتر یا بدن زمختر، حرکات زمختر. و سر داستان گریم، آقای کیایی به من گفتن که خب موهاتو میتونی کوتاه کنی، میتونی هم که نه مثلا این کارو نکنی، بگی مثلا برات پروک ببافن و اینا. و خب من خیلی استقبال میکردم، هم از اینکه یه کاری رو بخوام انجام بدم که فیزیکمو بریزه به هم، هم که خب برام خیلی تجربه جدیدی بود. گفتم نه موهام کوتاه میکنم. روز تست گریم شد، طراح گریم گفت ببین لحظه آخره میتونی تصمیم بگیری که کوتاه کنی یا پروک ببافیم برات. گفتم میتونم که کوتاه نکنم. از آقای کیایی پرسیدم، آقای کیایی گفتن نه کوتاه کنم. و واقعیتش این که خیلی تصمیم درستی بود، چون من از پشت آینه گریم بلند شدم دیدم مثلا این ظاهر جدید تو ایستادن و تو راه رفتن منم تاثیر داره. و از هر چیزی که دنبال این بود استقبال میکردم، چون دیدم نه واقعا داره به هم کمک میکنه. اینکه به خودش نرسه، حالا به خودش نرسه داستانی نیست که یه ترانس شلخته است به هم ریخته است، نه داستانی که من به عنوان یه دختر دوست دارم آرایش کنم، یه دختر دیگه شبیه من علاقه به آرایش نداره و به یه کس دیگه با یه جنسیت متفاوتتر اصلا نیازی نمیبینه که این کار بکنه. ولی به هر حال اون آرایش نداشتنه یا سادگی صورت کمک میکرد به سیما. خیلی استقبال میکردم، میگم چون اولین بارم بود که خب انقدر دور بودم از خودم و اینکه یه کاری رو داشتم میکردم که مربوط به اون نقشه است، برای همین دوست داشتنی بود واسم. مرسی. بالا بودی؟ آره. خونه ساما؟ آره. اینکه من گفت خونه نیستم. اه خب معلوم شد دروغ گفته دیگه. تو الان تنها بالا بودی و این؟ آرمان هم هست. آرمان بالاست؟ بیشور چرا گوشی منو جواب نمیده؟ یه زنگ بهش بزن. امی من دیرم شده، خودت بگیرش. میرسونمت، بگیرش، کار واجب دارم. شما برای رسیدن به نقش مونسا سلطنه فیلمنامه رو اولویت قرار دادید و یا مستندات تاریخی؟ نه فیلمنامه. اولا که مدت ها بود، یعنی کلا از اولی که من کارم شروع کردم دلم میخواست که توی کار کمدی بازی کنم. روی صحنه امکان اینو داشتم ولی توی تصویر نه. و خیلی استقبال میکردم از اینکه کار کمدی انجام بدم. بودن کنار آقای محمدی و بازیگرایی که تو اون کار بودن، اونم برام اتفاق خوبی بود و استقبال کردم. نه راستش واقعیتش خیلی به مستندات تاریخی کاری نداشتم، دروغم نگم، خیلی هم نرفتم راجعش بخونم. یعنی همون بحثایی بود که حالا توی دورخونی تو جلسات اون با آقای محمدی میکردیم. برای مونس اون برام کافی بود. واقعیتش اینه که اولا مونس در حالت واقعی، یعنی بر اساس مستندات تاریخی، انیس و دوله بود. اگه اشتباه نکنم انیس و دوله، بله. مونس رو کما بیش ما خودمون ساختیم. به هر حال ناصرالدین شاه یه سوگلی داشته که خیلی هم چیز ویژه‌ای نبوده، ولی خب جایگاه ویژه‌ای پیش شاه داشته که خب یه ذره مستندتره اینه. و اینکه اگر اشتباه نکنم که باردار هم نمی‌شده. برای همین حالا درست یا غلط سعی کردم صفر تا صدش رو خودم بسازم، چون بعد می‌شد یه چیزی الکنم وسط، نه معلومه که این واقعا انیسه یا چیزیه که ما ساختیمش. برای همین فکر کنم کافی هم که بدونم یه سوگلی بوده که یه همچین جایگاهی رو پیش شاه داشته. سوالم رفت. به نظر شما نقش‌های تاریخی برای بازیگر فرصت است یا تهدید؟ نمیدونم راستش، و فکر میکنم یه لبه خیلی نازکیه، به خیلی باریکه، نازک نه خیلی باریکه. ما یه ذره توی این بحث که میرسه، من فکر میکنم یا با همین تجربه که دارم، یه وقتایی بی انصاف میشیم. یعنی دقیقا از یه چیزی اطلاع نداریم ولی تخریبش میکنیم، یعنی با عدم آگاهی که داریم. نمیدونم چه جوری توضیح بدم. و در نهایت فکر میکنم که خب همونقدر که میتونه فرصت باشه همونقدر تهدیده. ولی راستش من مطمئن نیستم که مخاطب خیلی، اینم به عنوان یه چیز منفی شاید میگم، خیلی استقبال کنه از دیدن کار تاریخی. اونی که گفتم بی انصافیم، برای اینکه به هر طرفی که میریم یه عده هستن که باز ناراضین. حالا مثلا توی تجربه اخیری که من داشتم، البته این خیلی مثلا ربط دقیقا به این سوال نداره، بحث اون بی انصافی است که نریشن کارو
امیر کبیر میگه و نریشنه، هیچ چیزی نداره. ما یک عالم کامنت منفی داشتیم برای اینکه خب چرا با امیر کبیر شوخی میکنید؟ و من هرچی یعنی حتی فکر کردم بودم خب شاید یه چیزی هست که اینقدر ما داریم کامنت رو میگیریم، دیدم نه واقعا نیست. سلام به ملت عزیز ایران. امیر نمرده و همچنان دلش برای خدمت به ایران میتپد، اما زود دستمان از این دنیا کوتاه شد. ما مردیم. تاریخ هنوز تمام نشده است. حرفم درست نیست ولی فکر میکنم خب ما تمام سال تمام عمرمون امیر کبیر خب با اینکه برای همه ما یه شخصیت خیلی بزرگ قابل احترام و تاثیرگذار توی تاریخه، تو تمام عمرمون امیر کبیر رو گذاشتیم کنار و شاید دقیقاً هم ندونیم که چی کار رو کرده، دقیقاً ندونیم چه اتفاقاتی رو رقم زده و چه اتفاقی براش افتاده، ولی تو این شرایط که قرار میگیریم خیلی جدی بلند میشیم و داد میزنیم و عصبانی میشیم که چرا داریم با امیر کبیر شوخی میکنیم. یه همچین روحیه‌ای داریم، برای همین من فکر میکنم کار تاریخی کردن یه مقدار کار ترسناکیه. واقعیتش اینه که من کار جدی تاریخی تا حالا نکردم، چون قطعا توی این شکل از کار بله خیلی بیشتر باید وفادار باشین به چیزی که واقعا اتفاق افتاده. برای حالا به طور مثال برای مونس خب یه سری اصل رو باید رعایت میکردیم، اون مثلا مثل گویشه یا هر چیزی شبیه به این، بیرون از این هیچ چیزی اشتباه نبود. یعنی خب ما جدیترین مسئله که مربوط به دختر یا خانم قاجاریه پیکلاه، که اصلا نکته مثبت اینه که همه چاق باشن، ولی ما از همین اول اینو نقض کردیم که ما خیلی لاغریم، از هم مهد اولیا هم همسران شاه. برای همین فکر میکنم اگر اون چند تا نکته که خب به یه ادبیاتی که مربوط به اون زمانه، اونم تا یه حدی، چون اینم باز توی این شکل از کار باز ما خودمون میتونیم تعریفش کنیم، چیزی نمیتونه اشتباه باشه، مگه اینکه چه میدونم مثلا من مثلا کفش آل استار بپوشم، مثلا با اون لباس بیام. میگم توی تجربه‌ای که من داشتم واسش نمیتونم دقیق جواب این سوالا بدم. برای کاری که ما کردیم دستمون خیلی بازتر بود، چون ما بودیم که تعریف میکردیم این شخصیت چیه، چه شکلیه، چه جوریه. ریسپشنیست بودم. ناصر کام بایسا. چی؟ ببین منو، 2 سال سوگلی هم، یه بار کمتر از قبله عالم نگفتم. تو هم بگو. ببین خود قبله عالم به من گفت، گفت عزیزم بگو، بگو ناصر جون، بگو عزیزم. به نظر شما حساسیت ها و سانسور های پیش آمده برای سریال قبله عالم قابل پیش بینی بود؟ آیا آن اصلاحات می توانست قبل از ساخت و در مرحله تولید اتفاق بیفتد؟ چیزی که ما پیش بینی می کردیم 5 بود، چیزی که اتفاق افتاد 17 بود. قطعا فکر میکردیم که یه جاهایی امکان داره که به مشکل بر بخوره، حالا هر کدوم، من اونجا تقریبا از همه کم تجربه تر بودم، خانم دهقان، هادی کاظمی، سام درخشانی خب کار طنز قبلا زیاد کردن و قطعا این مسائل رو باهاش برخورد کرده بودن، من تجربه جدیدی بود واسم. ولی چیزی که هممون فکر میکردیم قرار اتفاق بیفته از نصف چیزی که اتفاق افتاد خیلی خیلی کمتر بود. اصلاحات خب انقدر دور از تصور بود برای ما، به فکرمون هم نمیرسید که میتونیم بابت یه همچین چیزی دچار مشکل بشیم، پس اصلا اصلاحی هم اتفاق نمیافتاد. یه چیزایی بود که خب به هر حال برای هممون دوست داشتنی بود، ولی به این فکر میکردیم که شاید حالا امکان نشون دادنش خیلی وجود نداشته باشه، میتونستیم از اونا بگذریم. ولی بهترین چیزی که واقعا به اینو میشه گفت، ناراحت کنندم هست، ولی خب هم کارگردان هم چند تا از بازیگرا اینو گفتن، فارغ از اینکه من کار خودمو بلدم، توی سرویس کار خودمم یه ذره بلدم، قطعا مشکل بوده که بشه راجبش صحبت کرد، مشکلات فنی یا هر چیزی شبیه به این. کاری که نشون داده شد واقعا کاری نبود که ما انجام دادیم، یعنی این بهترین چیز و ناراحت کننده ترین چیزیه که میشه راجبش گفت. این سریال سریال ما نبود، چون کمدی لحظه است، فقط لحظه است، وقتی اون لحظه ها در بیاد بله لوس میشه، خسته کننده میشه، به سمت لوده بازی میره،
و متاسفانه با چیزایی که اتفاق افتاد آره داشت شبیه به همچین چیزی میشد. یه چیزی هست که خب به هر حال از یه جایی به بعد که خب این یه جا خیلی هم دور نیست، محدودیت ها چه توی موضوع چه توی ظاهر پوشش توی شبکه خانگی یه مقدار بیشتر شده. طنز کمدی همه جای دنیا یه تعریف مفهومی داره که خب حالا یه ذره بالا پایین میشه ولی معنی و مفهومش تو خودشه. یعنی شما میتونی با کمدی اولا نه این که توهین کنی ولی میتونی انتقاد کنی، میتونی با یه سری چیزا شوخی کنی. ولی سر قبله عالم واقعیتش نظر من اینه که یه مقدار افراطی بود اینقدر حساسیت و این برخوردی که شد. ما همه اینجا داریم زندگی میکنیم، اینجا داریم کار میکنیم و برای هممون تو هر قشری هست چیزایی که گله داشته باشیم ازش، انتقاد داشته باشیم نسبت بهش، که بحث بازیگر و کارمند بانک و راننده تاکسی و اینا نیست، یه چیزی که یه سری مشکلاته که هممون باهاش درگیریم. یه مقداری هم کج‌فهمی و توهمه، هنوز که هنوزه هیچ کدوممون هم متوجه نیستیم که این حجم از مخالفت به چه دلیلی بود. سخت‌ترین صحنه و یا سکانسی که تا کنون بازی کرده در چه اثری میده؟ دوتا میشه بگم. سریالی بود که آقای حاتمی کار میکردن به اسم محکومی که اپیزودهای مجزا بود، هر قسمت داستان خودشو داشت. اپیزودی که مربوط به من بود یه دختری بود که خیلی پدرشو دوست داره و پدرش بدهکار بوده و حالا طلبکار ازش شکایت میکنه، میفته تو زندان و باید بره که از طلبکارای پدرش رضایت بگیره و میخواد که با گریه و زاری بره توی کلانتری بتونه پدرش رو ببینه. برسه آقای همه چی معلوم میشه. بابا اینا چی میگن؟ بابا یه تو که با رفتم سیگار بگیرم، برگشتم دیدم وسایل نیست. این آقا کلید کرده میگه کار منه. به هر حال تا روشن شدن موضوع شما اینجا میمونی. ببرش بازش. آقا واسه 4 تا آتشخال که از سر ساختم بردن که شوهر منو نمیندازن جنگا. آتشخال چی خانم؟ این سکانسور، یعنی اولین سکانسی که من بازی کردم تو این کار، فردای خاکسپاری پدر خودم بود و خب خیلی سخت بود. یعنی اولین چیزی هم که رفتم جلوی دوربین، جلوی یکی از طلبکارا وایساده بودم، داشتم گریه میکردم که بیاد رضایت بده و خب دیروزش از خاکسپاری به در اومده بودم و خیلی سنگین بود واسم. یکی این بود که خب یادم مونده همیشه. یکی هم توی همگناه، جایی که میخوام به محسن خبر سرطان زیبا رو بدم، خیلی از بعد از ظهر خیلی هم خودم سنگین بودم هم غمگین بودم، یه عصر خیلی سرد که حالم خیلی آماده بود واسه این سکانس، ولی انقدر بار احساسی زیاد بود و انقدر مغزم تحت فشار بود بابت این داستان، آقای کیایی حرکت میداد، من خاموش میشدم، خاموش، هیچ حسی نسبت به اتفاقات اطرافم نداشتم، کات میدادم و من هیچ جور نمیتونستم گریم و نگه دارم. 10 ثانیه بعد دوباره حرکت میدادم و من دیسکانکت میشم از تمام دنیای اطرافم. خیلی به هم فشار اومد، خیلی، چون هم میدونستم که سکانس خیلی مهمیه، باید قابل باور بشه، باید دیدنی بشه، باید تاثیرگذار باشه و واقعیتش انقدر داشت به خودم فشار میومد که نمیتونستم انجامش بدم. در نهایت نتیجه خوب بود ولی چیزی که واسش برنامه‌ریزی کردم خیلی متفاوت تر از چیزی بود که انجام شد. یعنی یه موقعی شما یه کاری رو انجام میدین، همه میان میگن به به چقدر عالی بود، چقدر خوب بود، در اومد، درست بود و اینا، ولی اون چیزی که تو مغزتون بوده اتفاق نیفتاده و اون خستگیش میمونه به تنتون. اون کاری که میخواستین بکنین نبوده. یعنی من پر بودم از حس اون اتفاقی که افتاده، حسی که اون سکانس باید میداشت، ولی در نهایت نتونستم همه اونو تخلیه کنم. اینم به این معنی نیست که حالا مثلا بشینم گریه کنم، بزنم تو سرم فلان و اینا که تحت تاثیر قرار بدم، نه، چیزی که تو میگذشت خیلی بیشتر چیزی بود که تونستم اجرا کنم. اوضاع اصلا خوب نیست. چی اوضاع اصلا خوب نیست؟ زیبا سرطان داره. چی؟
سرطان بدی هم. فراوان شنیده ایم که عرصه سینما و هنر بیرحم است. شما آیا این را قبول دارید؟ آیا مصداق‌هایی از این بیرحمی در مسیر حرفه‌تان دیده یا شنیده اید؟ آره واقعا سینما بیرحمه. بکنم یه چه دیگه هم تو حرفام گفتم. آره توی تمام مراحلش بیرحمه. چیزی که من خودم تجربه کردم حالا همین مثالی بود که زدم که شما تحت هر شرایطی باید حاضر باشین و باید کارتون رو درست انجام بدین، وگرنه خب هم میتونه براتون عواقب قانونی داشته باشه، حتی اگر این اتفاق هم نیفته خب میتونه تو روند کارتون تأثیر بذاره. این یکی از بیرحمی های خیلی جدیشه که شما صبح که میرسید دم لوکیشن باید همه چیز رو همون دم در بذارید و بیاید داخل. یه سری مسائل هم هست به هر حال برای کار کردن، انتخاب شدن تا زمانی که تو مرحله انتخاب شدنید که خب خیلی شرایط دیگه دخیله، خب انقدر زیاده که و کم و بیش همام در جریانش هستیم که فکر می‌کنم نیازی نیست به مثال زدن، ولی به هر حال همه چیز بر اساس استعداد و توانایی پیش نمیره. خیلی چیزای دیگه هم دخیله که خب دست شما گاهی به هیچ کدومش نمیرسه و بعد بپذیرید که بگذرید. مساخای از این بیرحمی، آره همون داستان پدر خودم بود، کما اینکه من 2 روز بعد از خاکسپاری مادرم هم باز مجبور بودم برم سر فیلمبرداری، با اینکه واقعا کمک کننده است، یعنی همه این سختی ها رو که بگیم نجات میده این کار، حداقل واسه کسی که کارشو دوست داره، من کارمو دوست دارم، خیلی نجات دهنده است، ولی به هر حال سخته، خیلی سخته. اینا بیرحمیایی که من باهاش مواجه شدم، خدا رو شکر همین اندازه بود. کاش که در مسیر راه دریا نبود، خیلی میترسم از دریا. نسخه جدید سایت تیوال با ظاهری مدرن و دسترسی آسان راه اندازی شد. یک گام پیشتر به سوی شبکه اجتماعی تیوال با قابلیت‌های اشتراک گذاری عکس، ویدیو و تولید محتوای کاربران. کانال هنرمندان، سالن‌ها و برندهای فعال هنری با ارائه اخبار و آثار کامل آنها. سامانه ی خرید فیلم تئاتر، آلبوم موسیقی و اجرای زنده، امکان برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آنلاین و بسیاری امکانات دیگر در نسخه تازه تیوال. گالری آنلاین دوشه. اثر هنری شناسنامه دار بخرید. صفحه گالری دوشه را در اینستاگرام دنبال کنید. نقطه عطف زندگی شما چه اتفاقی بوده؟ نقطه‌ای که بعد از آن احساس کردی تغییر مهمی در زندگیتان اتفاق افتاده. نقطه عطف به نظرم اولیش همینه که تصمیم گرفتم کلن مسیرم رو عوض کنم، با اینکه چیز برنامه ریزی شده ای برام نبود، ولی یه جا تصمیم گرفتم که یه کاری رو انجام بدم با اینکه چیزی راجبش نمیدونستم، ایده ای راجبش نداشتم، ولی افتادم یا خودم انداختم تو مسیرش و به سرعت همه چیزای زندگی منو تحت تاثیر قرار داد و تغییرش داد. همین که یهو تصمیم گرفتم برم تئاتر بخونم.
اصلا سبک زندگی ما عوض کرد، مدل و تایم مطالعه کردن ما عوض کرد، ظاهر ما عوض کرد، کسایی که باشون معاشرت میکردم ما عوض کرد، همه چیز زندگی ما تغییر داد. و جالبه که خب اول خانواده من خیلی موافق این اتفاق نبودن، ولی خب به هر حال اونا حالا میگم تسلیم شدن ولی پذیرفتن که خب من یه همچین تصمیم برای زندگیم گرفتم. اولین باری که مامان من اومد توی سالن و منو روی صحنه دید، که هم اولین کاری بود که انجام میدادم این نمایشنامه خوانی بود، دقیقاً جملهش این بود که فهمیدم که جایی که باید قرار گرفتی، و خب خود این خیلی منو هول داد سمت جلو. چه کسی یا چه چیزی برای رسیدن به هدفتان بیش از هر چیزی تاثیر داشته؟ اولش که قطعاً خانواده‌ام بودن. حالا جدا از تشویقایی که می‌کردن، از موقعی که تو این مسیر قرار گرفتم، انقدر هر بار بابت هر کاری که من کردم یا هر موفقیتی تو هر اندازه‌ای که کسب کردم، انقدر واقعی و صادقانه ذوق کردن تو جایگاه پدر مادر، هم خیلی شیرینه، هم آدمو تشویق می‌کنه که بازم تو این شرایط قرارشون بدی، تو بزرگتر بیشتر. و من دو تا استاد توی دانشگاه داشتم، یکی شهرام زرگر، یکی علی‌اصغر دشتی. کلن این آدم ها هم بابت مجموعه چیزی که خودشون بودن، هم بابت کاری که سر کلاس ها برای دانشجو میکردن و انرژی که برای دانشجو میذاشتن و مسیری که سعی میکردن جلوی پای دانشجو بذارن، خیلی تشویق میکرد که آدم مهمتری بشم، تشویقم میکرد که آدم مهمتری بشم تو این رشته. مخصوصاً اصغر دشتی، چون میگم اون باز یه ذره مرتبط تر بود به گرایشی که انتخاب کردن. من کارگردانی خوندم و نفر بعدم قطعا محمد مصاباته، هم شکل زیست خودش، هم مدل کار کردنش، هم شکلی که با ماها کار کرد، خیلی تو همه چیز من تأثیر داشت. خیلی برای تقویت تواناییتان و برای اینکه هنرمند بهتری شوید چه کردید و یا چه میکنید؟ اولینو جدی ترین کاری که میکنم این که ببینم، حالا این دیدن هر چیزی میتونه باشه ولی خیلی کلی دارم میگم، آدما رو ببینم، نگاه کردنشون رو ببینم، عکس العملاشون رو تو موقعیت های مختلف ببینم، ناراحت شدنشون رو ببینم و اتفاقایی که برای خودم میفته رو دقیق تر ببینم. یعنی جاهایی هست تو زندگی من که خب تلخ ترین تجربه ای بوده که داشتم و تا اومدم که ازش فرار کنم و دور باشم، فکر کردم که خب نسو گل بمون، تماشا کن، نگاه کن، چون قطعاً که یه مرحله خیلی سخت از زندگیته، ولی دیدنش و بودنش تو حافظت خیلی امکانات بیشتری بهت میده از اینجا به بعد. و فیلم دیدن، کتاب خوندن، خوش اخلاق بودن و اینکه سعی کنم با آدما ارتباط خوب برقرار کنم، چه با دوست، چه با آدمای غریبه، چه همکار. نزدیک شدن با آدما خیلی چیزای جدیدی اضافه میکنه. کتابی که دوستش داری و خوندنش رو به دیگران پیشنهاد میدی؟ یکی اینکه من همه کارهای عباس معروفی رو خیلی دوست دارم و همش رو به همه پیشنهاد میدم، ولی واقعیتش اینه که مثلا کتابی که خوندم و جدا از اون که من خیلی زیاد علاقه مندم به کارهای آقای معروفی، کتابی که یه وقتی مثلا همینطوری با دوستام حرف میزنیم، حرف کتاب میشه، من جز از کل و ریگ روان و اگر اشتباه نکنم، کتابایی بود که مثلا من خودم دستم گرفتم دلم نمیخواست که تموم شه. یه کتابی هست که اولین چیزیه که به ذهنم میرسه، یعنی یه موقعهایی آتش داریم واسه خوندن یه چیزی، این اتفاق بر من که خب هم قشنگ کاملا ارضا بشم، یه کتابی در عباس معروفی به اسم تماما مخصوص، که دنیای ذهنی یه آدمه که مشکلات سیاسی داره و عاشقانه هاش قاطی این مسائل، مهاجرت کرده و کامل مغز یه آدم، دیالوگ کردن یه آدم با خودش با عشقش بی نهایت برای من دوست داشتنی بود. زمانی که من تماما مخصوص رو خوندم، خودم توی شهر کتاب کار میکردم، البته این کتاب توی شهر کتاب نمیتونید پیدا کنید، و از کوچکترین فرصت استفاده میکردم که خب مشتری نباشه یا من کاری نداشته باشم، بشینم پشت یکی از میزا این کتاب رو بخونم. آخ
که چقدر ته صدایش حزن‌آلود بود، با لرزشی که او سعی می‌کرد آهنگ‌های قشنگ در این دنیا وجود داشت که من نشنیده بودم، چقدر چهره‌های زیبا از روبرویم گذشتند که من آنها را ندیدم. آپارتمانم بزرگترین زندان دنیا بود، کوچکترین نقطه هستی. و جدا از این، خب این اولین اسمیه که همیشه میاد تو سرم، تماما مخصوص. ذهن آدم خیلی واسم جذاب راجبش خوندن، چه در قالب رمان، چه کتابای روانشناسی، چه کتابای روانشناسی در قالب رمان، معمولا مثلا مثل کتابای اروین دیالو که اونم برام خیلی جذابه. روان و مغز انسان خیلی چیزای جذابیه واسم. چقدر اهل موسیقی هستی؟ چه شخص یا گروهی رو دوست داری؟ کدوم آهنگ برات همیشگیه و فراموش نشدنی؟ اهل موسیقی، خب فکر میکنم شاید خیلی هم جمله کلیشه‌ایه، ولی قطعا اگر موسیقی نبود زندگی خیلی سخت‌تر از این چیزی که هست میشد و بدون شک یه چیز خیلی جدی کم داشت. چه شخص یا چه گروهی رو دوست داری؟ علیرضا قربانی اولین کسیه که خیلی دوست دارم، ولی واقعیتش این که موزیک خوب هرچی باشه گوش میدم، چه که زبونش متوجه بشم، چه نباشم، وقتی که کلام با اینکه منش نمیفهمم برام کار موسیقی میکنه، چه موسیقی بدون کلام، چه موزیک پاپ، سنتی، هر چیزی که مناسب حالم باشه گوش میدم و لذت میبرم. کدوم آهنگ برات همیشگی و فراموش نشدنیه؟ آقای قربانی که سر جا، ولی چیزی که هیچ موقع واسم تکراری نمیشه، چهار فصل ویوالدیه که همیشه میتونم گوش بدم، لذت ببرم و همیشه هم هیجان زده میشم از شنیدنش. اگر مجبور به تنها یک انتخاب باشی، فیلمی که میتونی بارها و بارها ببینیش چیه؟ فیلمی که میتونم بارها و بارها ببینمش، میتونی دارم فکر میکنم که جوانی، یوث، یانگ بابا کی ساخته بود؟ سورنتینو. فیلم جوانی رو میتونم، پاولو سورنتینو. خیلی اتفاقا فیلم طولانی و با ریتم کندیه، ولی من اولین باری که دیدم انقدر تحت تاثیر قرارم داد، چون اونم باز دنیای شخصی آدم هاست و زندگی روزمره که برای ما اینطوری بهش نگاه میکنیم که روزمره است، ولی موقعی که میریم داخلش میبینیم چقدر میتونه عمیق باشه و چقدر متفاوت از چیزیه که ما مثلا راجع به یه پیر مردی میبینیم. گفتم کلا هر چیزی که مربوط به درون و روان آدم ها باشه برام جذابه و آره این فیلمو بارها میتونم ببینم. Now listen, do you see that mountain over there? Yeah, it seems really close. Exactly. This is what you see when you're young. Everything seems really close. That's the future. And now... And that's what you see when you're old. Everything seems really far away. That's the past. واژه سفر برای چه معنی داره؟ اگر میتونستی در زمان سفر کنی، به گذشته میرفتی یا به آینده؟ چرا؟ اول سال دومی رو جواب میدم که بدون شک میرفتم به گذشته، چون من احساس میکنم هر یه سالی که میگذره تأسفم واسه چیزی که گذشته بیشتر میشه. یعنی البته خب چیزی خوب و مثبتی نیست، ولی من بی نهایت دلم برای گذشته تنگ میشه، افسوسش رو میخورم و یه وقتی که حالا خودم هم یه ذره از نظر روحی ضعیفم، یه احساس مستاصل بودنی به هم میده که فکر میکنم همه چی بهتر بوده، همه چی درستر بوده، همه چی قشنگتر بوده و دیگه هیچ دسترسی بهش نیست. به هر چیزی هم که فکر کنین، از نور بعد از ظهر تا
روابط بین آدم ها تا واقعا نمیخوام حالا حرف قشنگ علکی بزنم تا طعم غذایی که میخوردیم تا بادی که مثلا بعد از ظهر میمد یا تا انتظاری که مثلا یه روز عصر واسه یه سری مهمون داشتم همش واسم یه کیفیت دیگه ای داره که فکر کنم دیگه نمیتونم تجربهشون کنم و چیزی که بوده رو بیشتر از الان دوست دارم. یه بخش جدیش که خب قطعاً مربوط به از دست دادن پدر مادرمه و چیزی نیست که بگم خب حالا تو من داره اتفاق میفته. شما به هر میزانی که به پدر مادرتون نزدیک باشین با هر شکل زندگی حتی اگر چسبیده باشین بهشون موقعی که از بین میرن باز یه مقدار خیلی زیادی افسوس باقی میذارن که کاش مثلا زمان بیشتر بود که این کارو میکردم این کارو میکردم و هر چیزی شبیه به این. یه بخشش مربوط به اینه ولی چیزی که افسوسشو میخورم برای خیلی قبل تره. یه جا من داشتم حرف میزدم گفتم دلم برای یه بعد از ظهری یا یه سر شبی تنگ میشه که هوا سرده، خونه ما بزرگه، یادمه دو تا بخاری توش داشت، بخاری اونطوری که شایسته بود خونه رو گرم نمیکرد. یک عالم مشق دارم که ننوشتم، با برادرم هم دعوا داریم، مامانم هم مثلا کتلت درست کردی که من تو بچگی اصلا کتلت دوست نداشتم، بابام هم ساعت 9 و 10 شب از سر کار میاد و من طبق معمول ازش میپرسم، خیلی هم کوچیک نیستم ولی به هر حال این کار من سالهای سال تکرار میکردم، ازش میپرسم چی واسم خریدی، بابام هم میگه که جایی نبودم که چیزی بخرم. این به خودی خود اصلا شرایط دوست داشتنی نیست ولی عمیقا دلم تنگ میشه. میگم حتی فکر میکنم نورا واسه حالا برای من اینطوریه یه رنگ دیگه ای داشتن، اتفاقا کلن یه شکل دیگه ای میافتاد. بعد این که مربوط به خب قدیمه که من همیشه درگیرشو دارم و خیلی همیشه توش غرقم و خب خیلی چیز بدی هم هست ولی من یادمه سال اول که کرونا اومده بود عید تازه مثلا یکی دو ماه بود که خیلی قضیه داشت جدی میشد و مردم تازه فهمیده بودن که نه واقعا باید بمونن تو خونه. به مامانم گفتم که من از موقعی میترسم که بگیم بیاد اون سال عید که تازه کرونا اومده بود به خیر. واقعیتش اینه که این اتفاق واسم افتاد، حالا یه سری مربوط به سری اتفاقات شخصیه که تو زندگی خودم افتاد ولی بازم فکر میکنم اگر این اتفاقاتم نمی افتاد حالم اون سال خیلی بهتر از الان. رابطت با فضای مجازی چگونه است؟ چه میزان آن را مفید و چه میزان مخرب می دانی؟ من هر کاری تو زندگی همه آدم ها به طور معمول میکنن، غذا میخورن، فیلم میبینن، معاشرت میکنن، اینا هر کدومش که کنسل میشه گوشی دستمه و توی اینستاگرامم. یه وقتا هیچ کاری هم نمیکنم ولی همطوری دارم بالا پای میرم، هیچ ایده ای راجع به مفید یا مخرب بودنش ندارم ولی خب بر من یه وقتی اصلا کلن هم نمیبینم و هی هم دارم سفر بالا پای میکنم، انقدر وقتی تو قوی هست که یه تایمی که نمیشد از اینستاگرام استفاده کرد من میرفتم میشستم دیجی کالا نگاه میکردم، دیگه دستم به هیچ جا بند نبود، این بعد میبود که یه چیزی رو نگاه میکردم از ابزار، وسایل باغبونی، وسایل شیرینی پزی، نگهداری حیوانات. واقعیتش اینه که من خودم خیلی استفاده میکنم، استفاده بی خودم میکنم غیر از استفاده مفید. با ایده ای ندارم خوبه یا بده ولی به نظرم بهتره که کار مفید بیشتر بکنم. خودم بستگی به حال و روزم داره که چقدر دلم بخواد فعالیت کنم ولی خب تقریبا بیشترین کاری که حالا توی صفحه خودم میکنم، من شعر خیلی دوست دارم، باز الان کمتر مثلا وقت میکنم که بشینم بخونم. زمانی که دانشجو بودم که خب حالا یه سری چیزا هم جذبم میکرد هم خوشم میاد، مثلا کیفم که باز میکردم یه خیام همیشه تو کیفم بود ولی واقعا واسه خودم خیلی دوست داشتنی بود. الان کمتر پیش میاد که بشینم بخونم ولی به هر حال شعر خیلی دوست دارم. چیزایی که خوشم میاد و معمولا استوری میکنم. راجب کمپینام میدونین فکر میکنم که واقعیتش بخواین پیش نیومده تا حالا مثلا خیلی
دغدغه‌مند باهاشون همراه بشم و شرکت کنم بوده، چیزایی که مربوط به صنفمون بوده، چیزایی که مربوط به خانوم‌ها بوده، چیزایی که به هر حال خودمو تحت تاثیر قرار میده فارغ از اینکه چقدر مهمه، چیزایی به هر حال شخصیه که تحت تاثیر قرار میده و سعی میکنم که تو شرکت کنم. راجع به مفید بودنش که فکر میکنم کمترین اتفاقی که میفته، حتی اگه همه چیزشو بذاریم کنار، اینی که راجبش حرف زده میشه به چشم آدمایی که اصلا براشون دغدغه نیست و واسه شون مهم نیست و اصلا راجبش نمیدونن، نشنیدن، به چششون میخوره. و موقعی که این همچین اتفاقی چند بار تکرار میشه تو یه روز، مثلا شما دارین اینستاگرام رو نگاه میکنین، مثلا 10 بار 11 بار میبینین مثلا هشتگ فلان، دیگه از یه جای به بعد براتون اهمیت پیدا میکنه که اصلا ببینین داستان چی هست. به هر حال خواسته و ناخواسته یه آگاهی نسبی ایجاد میکنه که به نظر من اتفاق مفیدیه، ولی اینکه در عمل چقدر تاثیر داره واقعیتش نظری ندارم، ولی بودنش بهتره. همین که یه چیزی، مثلا یه چیزی که مثال میزنم، حمایت از حقوق حیوانات، یه چیزیه که به هر حال به یه مدت کمیه که انقدر برای همه مردم توی قشرهای مختلف تا این حد داره اهمیت پیدا میکنه. به نظرم مثلا این یکی از مفیدترین ها و به درد بخورترین هاست، چون چه میدونم مثلا یه آدم خیلی عامی، خیلی دور از این که حالا مثلا بخواد حیوان تو خونش نگه داره یا هر چیزی شبیه به این، وقتی که به این اهمیت رو میبینه توی جامعه اطرافش، کم کم هم فکر میکنه که خب بدی کردن به حیوانات دیگه داره میره سمت بی فرهنگی و به هر شکلی این قضیه واسهش اهمیت پیدا میکنه. اگه یه موقع یه چیزی دستش باشه، مثلا یه سگ یا یه گربه یا جلوش ببینه، یادش میاد و میگه خب خیلی خب حالا بذار منم اینو مثلا بدم این بخور. مثال دارم میزنم. برای همین فکر میکنم بی تاثیر نیست. نمیدونم تاثیر چقدر جدیه، ولی بی تاثیر نیست. خود من تا حالا خیلی جدی تو هیچ کدوم از این کمپینا شرکت نکردم، یا آگاهیم کم بوده، یا واسم مهم نبوده، یا تنبلی کردم و چیزای از این قبیل. اهل بازی کردن هستی، بازی‌های فکری یا حرکتی؟ اهل بازی کردن نیستم، حرکتی که اصلا نیستم، فکری هم حوصله‌اش رو ندارم. خیلی اهل بازی کردن هستم. چیزی که خیلی واسم تو کودکی هیجان انگیز بوده وسطیه. خیلی واسم هیجان انگیز بوده. یه زمانی که بزرگتر شدم، همزمان با اینکه پانتومی مود شد، واسه منم جالب بود، ولی نه کلا ترجیح میدم که بشینم کاری نکنم یا دیگه نگاه کنم بازی کردن بقیه رو. قهرمان دوران کودکیت کیست؟ فرقی نداره، شخصیت خیالی، واقعی، کارتونی و غیره. قهرمانم از کوچیکی، خیلی کودکی تا همین الان همیشه مامانم بوده و به عنوان یه زن قوی، مستقل، دنیا دیده، تحصیل کرده، لجباز، همیشه مامانم بوده. خیلی زن قوی بود، خیلی، و خیلی مستقل بود، همه چیزو مدیریت میکرد و این قوی بودنش و روپای خودش بودنش همیشه خیلی به چشم من میومد، همون از زمانی که خیلی کوچیک بودم تا بزرگ شدم، حتی زمانی که دیگه مثلا مامان من شاغل نبود. ولی اینکه هیچ جایی به اصطلاح وا نداده بود، هیچ جایی تسلیم نشده بود، توی بدترین حالم باز وایساده، نمیگم این چیز خوبه یا خوبیه یا بدیه، ولی جدیترین و مهمترین ترسش تو زندگی این بود که مجبور نشه از کسی چیزی بخواد، هم از من که خب دخترش بودم، نزدیکترین آدم بهش بودم، حالا چه دیگه آدمای دورتر، فامیل، دوست یا هر چیزی. خیلی همیشه خواستم که شبیهش باشم. رابطه شما با نسل جوان بعدی چگونه است؟ اشتراکتان بیشتر است یا اختلافتان؟ واقعیت من از نسل جوان بعدی میترسم. البته شوخی میکنم، البته بیشتر از نوجواناشون میترسم، ولی فکر میکنم تفاوت خیلی زیاده. برام خیلی دوست داشتنیه یه موقعی مثلا توی جمع نوجوان که حالا اختلاف سنیشون با من زیاده، از طرفشون پذیرفته میشم و با هم ارتباط برقرار میکنن، ولی فکر میکنم که اختلاف خیلی زیاده. اصلا هم حرفم نه بار مثبت داره نه بار منفی، ولی همه چیز یه شکل دیگه است، دنیایی که توش بزرگ شدیم. چون من کلا این چیزا همیشه تو ذهنم دارم
که انگار از یه جایی به بعد دکمه دنیا رو زدن که هیچ چیزش یه خود دیگه شبیه قبلش نبود. حالا تکنولوژی رو شامل میشه و چیزایی که اینترنت رو نمیدونم شبکه های مجازی و همه اینا وارد زندگیمون کردن، ولی به نظرم از یه نقطه دیگه هیچی شبیه قبل نیست، یعنی هیچ پاساجی به نظرم نداره. برای همین فکر می‌کنم مثلا دنیامون دنیای متفاوتیه. باشون خوش اخلاقم ولی اختلافاتمون زیاد. کدوم یکی از مراسم ها و آیین های سنتی ایران برات جذابه؟ خاطره ای از اون مراسم داری که تعریف کنی؟ جذاب ترینش واسم عید نوروزه و هر چیزی که مربوط به عید نوروزه، یعنی از حالی که از اول اسفند شروع میشه تا بدبختی 13 فروردین، همش واسم دوست داشتنیه. از تمیز کردن، از هوا، از هفت‌سین، از بوی سرکه که تو خونه و سرکه و سیرکه تو خونه میپیچه، همش هر چی که مربوط به عید نوروز خیلی واسم دوست داشتنیه. خاطرم هم به خاطره که خب احتمالاً اغلب ما داریم دیگه، از به اینکه من تو تمام این سالا، چون بازم مامانم بیشتر بابا میذاره کمتر، مقید بودن که سال تحویل هر ساعتی که باشه ما حتما باید سر هفت‌سین باشیم. خب این چیز پررنگیه واسم، خب قطعا رو منم مونده. به عنوان هدیه سوالی دارید که به برنامه ما بدید تا از مهمانم بپرسیم؟ امیدوارم خیلی ناامید کننده نباشه، ولی به هر حال ته هر ناامیدی هم باز یه امید هست که هنوز واقعا از ته دل خوشحال میشین یا نه. لطفا سوالی که به برنامه ما هدیه دادی پاسخ بده. نمیدونم. اگه شرکت پستی تضمین بده یه پاکت پستی رو 20 سال در بهترین شرایط نگه داره و اون رو 20 سال بعد هر کجای دنیا که باشی به دستت برسونه، دوست داری تو اون بسته چی برای خودت بذاری؟ خیلی خوشحال نمیشم که هی راجع به این داستان صحبت میکنم، ولی خب به هر حال تصمیمم بر صادق بودنه. یه سری دست نوشته یا دل نوشته هست که حالا بعد از یه مدت من هم از مامانم پیدا کردم هم از بابام. یه دسته از موهای مامانم که اونطوری هم نبوده مثلا یه دسته رو قیچی کنم جایی نگه دارم. با زمانی که دیگه برگشتم تو خونه و زندگی به حالت معمول برگشت، با دم میز آرایشش که خب کاراش انجام میداد، موهاش روی میز ریخته بود یا رو زمین ریخته بود، سعی کردم همش رو جمع کنم و گذاشتم توی بسته نگهش داشتم. اینا رو خیلی واسم مهمه که حفظشون کنم، همون نوشته ها رو، همین موها رو. بزرگترین آرزوی حرفه‌ایتون چیست و بزرگترین آرزوی غیر حرفه‌ایتون چیست؟ قطعا بزرگترین آرزوی حرفه‌ایم، هیچ وقت نتونستم بگم که خب مثلا، با اینکه خب قطعا خیلی دوستش دارم، اسکار بگیرم یا برم فلان کنم، با اینکه اگه اسکار بگیرم خوشحال میشم، ولی دلم میخواد تون تون برم جلو و زودتر برسم به این مرحله که انتخاب دیگه با من باشه. این آرزوی حرفه‌ایمه. آرزوی غیر حرفه‌ایم که خب بازم مربوط به اون، یعنی بخش حرفه‌ای هم هست، یه روزی بشه که حس کنم واقعا راضی و آروم و خوشحالم. ایده ای ندارم که چه اتفاقی میتونه این حس رو دنبال خودش داشته باشه، ولی من جدی ترین آرزویی که همیشه واسه آدم های دور و برم میکنم این که سلامت باشن، خوشحال باشن و آروم باشن. دلم میخواد یه روزی این سه تا حس رو کامل با هم داشته باشم. نظر شما در مورد شکل اجرای برنامه و خواندن سوالات توسط خودتون چیه؟ نظرم مثبت. چون اینطوری تمرکزم بیشتره. می‌خواستین ازم بپرسین. فکر می‌کردم بعد شما رو نگاه کنم، دوربین رو نگاه کنم یا کجا رو نگاه کنم. این بهتر. هر چه می‌خواید به عنوان پایان بندی بگویید. امیدوارم واقعاً سالم و آروم و خوشحال باشید.